به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید کالنگی هستم در ساعت یک بعد از ظهر شرجی و گرم واشنگتن با شما خواهیم بود و در این شماره از برنامه میپردازیم به آنچه که در ارتباط با ارتباطهای آیت الله خمینی با جیمی کارتر دولت وقت آمریکا داشته است و اطرافیان و اکنافیان او و همچنین روابط او و نام پراکنی ارتباطات مکاتبه‌ای آیت الله خمینی و اطرافیان او با دولت جان اف کندی دولت وقت آمریکا. اسناد تازه‌ای در این زمینه منتشر شده است و دیدارهای فرستادگان دولت وقت آمریکا با نمایندگان آیت الله خمینی در نوفلوشاتو مانند آقای ابراهیم یزدی و در تهران با آقای بهشتی و دیگران، موسوی اردبیلی و دیگران. جزئیات بیشتری رو در این زمینه با شما عزیزان در میان خواهیم گذاشت. و مجلس تازه جمهوری اسلامی آیا تفاوتهایی با مجلس پیشین خواهد داشت یا این مجلس نیز فرمانبر رهبر جمهوری اسلامی خواهد؟ و آنچه که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت ایران در سوئد گفته است، از جمله اینکه ما در ایران نقض حقوق بشر نداریم، گفته محمد جواد ظریف در استکهلم. با من و شما هستند در استودیو مرکزی ایران فردا در لندن آقای علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و اعراب، و در آلمان برلین آقای پرویز دستمالچی پژوهشگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده عزیز سلام به شما در لندن. درود جناب چالنگی عزیزم، درود به پرویز دستمالچی عزیز و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. و آقای دستمالچی در برلین با سلام به شما. جناب چالنگی سلام به شما، به دوست گرامی نوریزاده و همچنین بینندگان محترم تلویزیون. آقای نوریزاده، یکی از خبرهای روز که مطرح هست، البته در همون زمان هم مطرح میشد، کمتر توجه میشد به خصوص در جو انقلاب، پر التهاب انقلاب و سالها بعد از اون این مطرح میشد، ارتباطات پنهان آیت الله خمینی با دستگاه جیمی کارتر، دولت جیمی کارتر هست. برخیاش منتشر شده بود، برخیش حالا بعد از اسناد طبقه بندی شده برای بینندگان من توضیح میدم. طبقه بندی شده سازمان‌های اطلاعاتی بسیاری از کشورها بعد از سالها 20 یا 30 سال یا بعضی تا نیم قرن ادامه داره، بعد از اون منتشر میکنن، باز هم پاره‌ای از اونها رو، باز هم بخشی از اونها رو که به اصطلاح هنوز مهم هستن منتشر نمیکنن. به هر حال بخشی از این اسناد منتشر شده. خب از طرف دیگه هم خیلی ها میگن، اطرافیان آقای خمینی میگن در هر انقلابی روابط هست، رهبران انقلاب با کشورهای خارجی در تماس هستن برای جلب حمایت و این صحبت ها. یک عده‌ای البته اساسا معتقد هستن که آیت الله خمینی و دار دسته ایشون رو آمریکایی ها آوردن، به خصوص شرکت های نفتی، برای جارو کردن زیر پای محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران به خاطر گران کردن قیمت نفت. تفسیر شما رو بشنویم. بله، ببینید، ارتباط آقای خمینی و آقایون اطرافیانشون با آمریکایی‌ها همطور که شما فرمودید چیز مرموزی نیست، رمز و رازی نداره. منتها نوع ارتباط مهمه که این اولا مربوط به زمان انقلاب نمیشه، بلکه از زمان کندی، اون زمانی که جبهه ملی احساس کرد با آمدن کندی فضا عوض شده و
بعد شاهد روی کار آمدن دکتر امینی بودیم، تغییری در فضای سیاسی کشور که حتی خود آقای امینی به دیدن آقای خمینی رفت. اون زمان آقای خمینی فرصت پیدا میکنه، بعد در جریانی که 15 خرداد پیش میاد و ایشون در منزل حاج روغنی رئیس کمپانی فورد انگلیسی در قلهک اقامت داره، چون ایشون یه روز بیشتر منزل آقای نجاتی فرزند مرحوم آیت الله العظمى حاج آقا حسین طباطبایی قمی برادر حاج آقا حسن یه روز بیشتر نموندن، چون اونجا دیدن توجه رو آقای قمیه و رفتن به منزل حاج روغنی رئیس کمپانی فورد انگلیسی و از تجار معروف به ارتباط تنگاتنگ با انگلیس. در اونجا ایشون از طریق آیت الله خلیل کمری، میرزا خلیل کمری آیت الله دربار بود و خیلی عجیبه او حامل نامه آقای خمینی میشه، ظاهرا در اون فضا چون اون موضع نگرفته بود به این ترتیب باجی به آقای خمینی داد و خواست برای خودش یه حاشیه امنیت ایجاد بکنه. در حال نامه‌ای که ایشون فرستاده چند نکته مهم داره، یکی از اونها اینه که ایشون میگه ما هیچ دشمنی با شما نداریم، بعدن هم ایشون به کارتر میگه ما به شما نفت میفروشیم، و بعد اونجا اشاره میکنه ایشون برای حضور شما در اینجا خوبه برای رقابت با جلوگیری از مطامع انگلیس و روس. ایشون خبر داره در اون زمان که آمریکایی‌ها چندان خوشنود از سیاست انگلیس‌ها نیستن و در اینجا خب شوروی هم که جای خودو داره، در اینجا آقای خمینی با زرنگی آمریکایی‌ها رو قلقلک میده که اگه شما بیاین جلوی نفوذ انگلیس و شوروی رو خواهید گرفت. البته کندی در آغاز توجهی به این مسائل نشون میداد، به خصوص برادرش رابرت که ارتباطی با مخالفان شاه داشت این زمین سازی رو کرده بود، اما وقتی شاه خودش رفت به امریکا و با کندی گفتگو کرد تمام اون حرفا یا فکرهایی که قبلا تیمور بختیار برای خودش داشت زمین سازی میکرد همه اونا رو خونسا کرد و خیلی قدرتمندانه برگشت، حتی آقای دکتر امینی رو هم برکنار کرد و عملا در برابر اون طرحی که وجود داشت برای تضعیف جایگاه پادشاه یا تغییر وضع ایران به سوی یک نظام پادشاهی مشروطه با اختیارات نمادین شاه و اختیارات کامل نخست وزیران منتخب و دولت‌های منتخب پارلمان، اینه که به هر حال شاه موفق شد این خطر رو از سر خودش دور کنه. اما آقای خمینی ولکن نبود. ببینید آقای خمینی در دورانی که در نجف تبعید بود هیچ امیدی حتی یک هزارم درصد امید به این نداشت که روزی به ایران برگرده، چه برسه به این که مظفرانه برگرده و بشه رهبر انقلاب. پیام هایی که از اونجا میفرستاد برای نشست های کنفدراسیون کافیست بهش رجوع بشه، دستمالچه عزیزم این پیام ها رو خوب به یاد میاره، این پدر ضعیف پیر شما اینجا نشسته و همینجا میمیره، امیدوارم شما جوان ها اله بکنید و بله بکنید. این ولی ناگهان آقای خمینی توسط یک گروه روزنامه نگار از فرانسه کشف میشه، بزرگ میشه و دستگاه های ارتباط جمعی بین المللی در بوق و کرنا میدمن شگفتی آور یک نظام سکولار مستبد هست که استبدادش هم مدرنه و در این حال جامعه مدنی قدرتمند در ایران هست. همه اینا رو میذارن کنار، میرن یه پیرمردی رو از دل تاریخ میارن بیرون و انقدر جهل دارن نسبت به این پیرمرد که آقای سولیوان وقتی در ایران داره ملاقات میکنه با آخوندا، موسوی اردبیلی که سرشو از پنجره میاره بیرون، سولیوان فکر میکنه خود خمینیه. یعنی تا این حد اینا نادان و جاهل بودن و اون وقت آقای سولیوان هدایت کننده سیاست آمریکا بود. این اسناد خیلی هاش هنوز بیرون نیومده آقای چارنگی. همین زمان هم هست که افراد جدیدی دورور آقای خمینی پیدا میشه. بله، یعنی کسانی مثل آقای ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده. البته آقای یزدی با آقای خمینی آشنا بود، قبلا هم به نجف رفته بود ایشون و قطب‌زاده. بله بله، چندین بار با آقای خمینی در نجف ملاقات کرده بودن. ولی منظورم اینه که ببینید آقای چالنگی، این نکته به نظر من خیلی مهمه که یک آدم نادان و جاهلی که علارغم اینکه در ایران در سفارت بوده ذره ای از شؤون ایران نمیدونه، حتی به گفته کارکنان خودش مثل آقای شلنبرگر مثل دیگران،
چارلز ناس و بقیه، این هیچی نمیدونه. این آدم اداره کننده سیاست آمریکا میشه. و بعد نکته جالبترم به نظر من اینه، همونطور که عرض کردم هنوز اسناد بریتانیا کامل بیرون نیامده. در خود اسناد آمریکا بخشهایی همونطور که شما گفتید سانسور شده. حالا بعد همه اینا بیاد اون وقت برای ما روشن بشه واقعا چه شد که ملتی برای دستمال قیصریه رو آتش زد. بله، اینی که من اشاره میکنم به آقای قدزاده و آقای یزدی و آقای بنی‌صدر، اینها نه اینکه و بسیار دیگه مثل این افراد آقای چمدان یا بقیه ای که نیستن، اینها نه اینکه با آقای خمینی آشنا نبودن، که بودن، رفت آمدها داشتن، اما در عرصه سیاسی ایران یعنی به رؤیت مردم رسیدن این با آمدن خمینی به عرصه عمومی‌تر هست که اینها هم پیداشون میشه. بسیاری از اینها میان و در کنار و بعدها همه کاری روابط آقای خمینی و آمریکایی‌ها به خصوص و مطبوعات به خصوص آقای ابراهیم یزدی میشه که به این نکته حتما خواهیم رسید در بخش‌های بعدی، مذاکرات رمزی کلارک آقای خمینی و مترجمه آقای ابراهیم یزدی و نکات دیگه‌ای که خواهیم بود. داریم و به این نکات خواهیم رسید در بخش‌های بعدی برنامه. آقای پرویز دستمالچی عزیز، در این زمینه تفسیر شما رو میشنویم، یعنی اینکه اشاره کردیم که به هر حال تماس بین رهبران انقلاب بوده با هر انقلابی با خارجی، کما اینکه خود لنین هم آلمان‌ها با آلمان‌ها در تماس بودند یا با سوئیسی‌ها یا هر کس دیگه‌ای، ولی به این شکل که شما می‌بینید از اول یک تقاضاست ولی کم کم به مرور بعد از ملاقات با فرستادگان واشنگتن اجرای قانون اساسی مشروطه که خواست عمده آیت الله خمینی بود کم کم به شاه باید برود تبدیل شد، پس از دیدار با نمایندگان فرستادگان دولت جیمی کارتر. تفسیر شما رو می‌شنویم. ببینید، من فکر می‌کنم که دو تا مسئله رو باید از هم جدا دید. یکی سیاست‌های هر کشوری است، مثل کشور بزرگی قدرتمندی این امریکا و انگلستان، که اینها به هر حال با نیروهای اپوزیسیون یه حکومت هم تماس می‌گیرن، به ویژه در دوران جنگ سرد هر دوی اونها با جریان جنبش های اسلامی و به ویژه جنبش های اسلامی بنیادگرا نه تنها در ایران بلکه در مصر، در تمام کشور اسلامی تماس داشتن. هدفی هم که دنبال می کردن از طریق جنبش های اسلامی بنیادگرا جلوگیری و پیشگیری از هر نوع حرکت ملی در اون کشورها و یا جریانات چپ بود. و بعد از این که نظریه کمربند سبز هم مطرح شد، شاید از نظر ایدئولوژیک بهترین وسیله ایجاد کشورهای بنیادگرا در دور تا دور اتحاد جماهیر شوروی باشه، این تماس ها شدت و حدت بیشتری پیدا کرد و از جمله با بنیادگرایان اسلامی در ایران با آیت الله خمینی و یا دیگران تماسهایی برقرار شد. این که رهبران یک انقلاب، کسانی که در یک انقلاب مطرح هستند، این مسئله رو که بیان میشه از سوی پیروان آیت الله خمینی یا جمهوری اسلامی و که این گونه تماسها عادی هست، خب این گونه تماسا عادی هست، اما چیزی که بر به اون اشکال اساسی وجود داره این هستش که رهبران جمهوری اسلامی همواره و همواره هم از آیت الله خمینی شروع بکنید و هم تا کنون به مردم دروغ میگن، یعنی هم تماس رو دارن و هم میگن تماس نداریم. هم در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق از امریکا و اسرائیل هم اسلحه وارد میکردن، از اونا اسلحه میخریدن و هم به اونا فحش میدادن و میگفتن که ما با اینا اصلا ارتباط نداریم و هیچ گونه معامله ای نمیکنیم. همین 3 سال گذشته، 4 سال گذشته، پیش از اینکه آقای
روحانی دولت خودش رو تشکیل بده و به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، در حینی که آقای احمدی نژاد شدیدترین حمله ها رو به امریکا و اسرائیل و غرب و اینا میکرد و مسئله اتمی رو مطرح میکرد که ما مسئله ملیمونه و کوتاه نخواهیم اومد و غیره، در همون زمان بنا به گفته های خودشون در 2 سال پیش از اینکه آقای روحانی سر قدرت بیاد، تماساشون رو با امریکا داشتن، گفتگوهاشون رو کردن، توافقاشون رو کردن که برجام چگونه عملی بشود و غیره. یعنی اشکال اساسی که من به اینها میگیرم این استش که اینها به ملت ایران همواره دروغ گفتن و الان هم دروغ میگویند. آقای نوری‌زاده، اسناد شورای امنیت ملی آمریکا هم که منتشر شده، اسنادی که از طبقه بندی خارج شده، حتی برمیگرده به دوران نیکسون و کیسینجر و در اون زمان هم صحبت‌های درباره تغییر حکومت در ایران مطرح میشه و بعدها قوت میگیره اینکه اگر سیاست نفتی شاه ایران همچنان ادامه پیدا کنه که دوست و متحد آمریکا بود، چاره از تغییرات بنیادی در ایران نیست و به اصطلاح هدایت حکومت ایران در مسیر به اصطلاح مصالح آمریکا، یعنی نشون دهنده این تغییر بالا بردن قیمت نفت به 4 برابر خود ضد مصالح آمریکا بود در اون زمان. ولی اون چیزی که هست، یعنی خیلی‌ها معتقد هستن این اسناد وقتی به هم مربوط میکنن، این هستش که طرح و فکر براندازی حکومت ایران و جانشینی حکومتی که با مصالح آمریکا گام به گام حداقل بتون رعایت کنه، از زمانی در کاخ سفید وجود داشت. ببینید چند... بله بفرمایید. ببینید، این فکر مسلم وجود داشته. در دوران ملی شدن نفت، کسانی از جمله معاون وزارت خارجه آمریکا، کسانی بودند حداقل در دولت آقای هریمن، در دولت دموکرات تا قبل از آمدن آیزنهاور، کسانی بودند که به شدت از زنده ها دکتر مصدق حمایت میکردن و از طرح ملی شدن نفت و اینکه ایران بتونه در برابر انگلیس روپای خودش بیسته. یعنی همیشه یک لابی قدرتمندی در درون هیئت حاکمه آمریکا بوده که معتقد بوده باید در ایران حکومت رو دموکراتیزه کرد، باید به ایران کمک کرد، ایران رو پای خودش بیسته و این ماجراها. اما در مقابل موقعیت ژئوپلیتیک ایران، این مسئله وحشت و نگرانی رو نزد قشرهای دیگری از جمله مسئولان CIA و پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا ایجاد میکرده که مبادا فشار بر حکومت شاه و تضعیف حکومت شاه منجر به سلطه کمونیستا بشه، یعنی خطری که همیشه ازش وحشت داشتن و بر این باور بودن که در میان گروه های سیاسی کمونیستا بیش از همه در ایران منضبطن، منظمن و احتمالاً در درون ارتش هم شبکه دارن. این یک نوع بالانس ایجاد میکرد که شاه سالها از این مسئله استفاده کرد. به معنای دیگر وقتی روابط نزدیک با شوروی برقرار کرد، نزد آمریکایی‌ها توجیه کرد که من گاز بهشون میدم، زباهن میگیرم، شرشون رو میکنم. همین کارو با چین کرد و یک نوع سیاست مستقل ملی اتخاذ کرد. خاطرات علم را آدم میخونه حداقل میبینه در زمینه سیاست خارجی شاه عملا مستقلانه رفتار میکنه. یکی جنگ 73 مصر و اسرائیل، عرب ها و اسرائیلی ها، که در اونجا شاه علارغم فشارهای آمریکا و توصیه‌های آمریکا به مصر کمک میکنه، حتی اجازه میده هواپیماهای شوروی از روی ایران که نزدیکترین راه اسلحه به مصر برسونه. به این ترتیب اون سیاست‌ها میگم همیشه وجود داشته. اما اینکه در سال 79 چرا این گروه غلبه میکنن بر اون گروه، یکیش در اینه که در ایران حرکتی آغاز شده بود. باز دوباره اون وحشت کبرا، این که توده‌ای ها و کمونیست ها برنده بشن میاد وسط و این وسط لابی آقای خمینی و اسلامگرایان خیلی خوب عمل میکنه، خیلی راحت. شما ببینید رمزی کلارک سینه میزنه برای خمینی، او رو گاندی معاصر میخونه و پا میشه میره پاریس، 4 ساعت 4 زانو میشینه دیدنش. خیلی از رهبران
آمریکا یک نوع تمایل عجیب غریبی پیدا میکنن به این پیرمردی که از غار اصحاب کهف اومده و میرن و حمایتش میکنن و کمکش میکنن. بعد سیاستی آمریکا، آخه مگه میشه رئیس جمهوریش بیاد ایران، جامش رو به سلامتی اعلیحضرت ببره بالا، ایران جزیره آرامش، ایران بهترین سرزمین، این بهترین سال نو من بوده. 4 ماه بعد در گفتگو با وزیر خارجهش آقای با در گفتگو با ونس یا در گفتگو با همیلتون جوردن یا با آقای سولیوان تاکید بر این بکنه که بله شاویس که رفتنیه، باید فکر بله. دیگری بکنه. میخوام بگم بله. همون زمان هم آقای نوری زاده به استرا که وقتی جامش رو به محمد رضا شاه پهلوی بالا میبرد، همون زمان هم بفن در حال مذاکره بود. بله. میخوام بگم بهتون، یعنی آقای کارتر روی این مبنای حقوق بشر که بر پایه اون آقای اوباما هم اومد و دیدیم چه بر سر مصر و بقیه این منطقه اومد و امروز سوریه و عراق، در اون زمان هم یه همچی تصور باطلی وجود داشت که کمونیست‌ها رو بعد جلوشون رو گرفت، مذهبی ها و ملیون با هم یه مشارکتی داشته باشن، در نتیجه اولا مذهب میاد بالا، همونطور که پرویز دستمالچی عزیزم اشاره کرد این کمربند سبزم میاد وسط. خب ما از اینجا شوروی رو قلقلک میدیم تو افغانستان، توی جاهای دیگه، و در نتیجه بر پایه یک خامی مطلق، ما حالا خیلی نمیرم جلو بگم یک توطئه 30 ساله ریخته شده بود، اما خیلی ها میگن آقا نگاه کن به خاورمیانه ببین بعد از رفتن شاه چه اتفاقی افتاد و آمریکایی بسیار بد عمل کردن، حالا همه گناه ها رو به پای انگلیس ها میذارن، ولی انگلیس ها در واقع اینجا تماشاچی بودن، خیلی نقش مهمی نداشتن. یکی دو موردم که دیدیم دولت مردان سابقشون به ایران میمدن، میومدن به شاه توصیه میکردن آقا قدرتمندانه بشین، امینی رو بیار، بختیار رو بیار، صدیقی رو بیار، یعنی توصیهشون بر این بود که حکومت دست آخوندا نده و ولی آمریکایی‌ها بسیار بد کردن و این در تاریخ ثبت شد. حالا میان میگن 28 مرداد، نخیر، در 22 بهمن 57 هزار بار بدتر از 28 مرداد کردید. بعد از 28 مرداد باز یه حکومتی بود که ایرانو بسازه. بعد از 22 بهمن چی بود؟ هرج و مرج و شورش و آشوب و اعدام. بله، اون چی که اشاره کرد آقای نوری‌زاده باز یادآور این نکته هم هست آقای نوری‌زاده، که سیاستی که خانم هیلاری کلینتون و آقای اوباما در زمان وزارت خارجه خانم کلینتون به در مورد حمایت از اخوان المسلمین اتخاذ کردن. و جالبه این نکته که جدا از اینکه آقای دونالد ترامپ چه میگه چه نمیگه و چند از محبوبیت در جامعه آمریکایی داره، روز گذشته خانم کلینتون به شدت مثل روزهای اخیر حمله کرد به ترامپ و یکی از نکات برجسته‌ای که در مورد این حملات کلامی خانم کلینتون در تلویزیون‌ها مورد توجه قرار گرفت این بود که کلماتی رو دقیقاً به کار برد علیه دونالد ترامپ که به گفته مفسرین، بسیاری از مفسرین اینجا، همون کلماتی بود که آقای کارتر در حمله به رونالد ریگن استفاده کرد. درست همون کلمات استفاده. این نکته ایست که به هر حال من خواستم مطرح بکنیم، اشاره بکنیم. آقای دستمالچی، شما در آلمان بودید در جریان رو به گسترش انقلاب در ایران، در اون زمان در کنفدراسیون که مهمترین تشکیلات سیاسی مخالف حکومت وقت بود، گروهی طرف مقابل رو متهم میکردن، کارگزار KGB هست شوروی، و گروهی متهم میکردن مخالفین خودشون رو در همون کنفدراسیون کارگزار CIA آمریکا هستند. اسناد بعدی منتشر شده نشون میده که عملا کنفدراسیون در چه مسیر هدایت شد و برخی از رهبران کنفدراسیون یا مسئولان کنفدراسیون شاخهای اسلامیست آقای یزدی یا بقیه اینها اومدن در ایران صاحب سمتهایی شدن بلافاصله، شاخه های اسلامی کنفدراسیون خیلی از اونها. تفسیر شما رو میشتم از میزان ارتباط کنفدراسیون دانشجویی با سازمان های اطلاعاتی شرق و غرب. ببینید، تا اونجایی که من مطلع هستم به عنوان عضو سازمان
محصلین و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور کنفدراسیون و عضو فعالش در واحد برلین بودم. کنفدراسیون با هیچ کدوم از سازمان‌های اطلاعاتی نه ارتباطی داشت و نه از کشوری پول دریافت کرده و در سال 1355 کنفدراسیون عملاً تجزیه شد و چندین گروه به نام کنفدراسیون به وجود اومد که کنفدراسیون واحد دانشجویان و محصلان جهانی اون دیگه نبود. طرفداران چین رفتن کنفدراسیون خودشونو به وجود آوردن، طرفداران به عنوان مثال آلبانی رفتن کنفدراسیون خودشون رو به وجود آوردن و غیره. من فکر میکنم در رابطه با نقش کنفدراسیون و تأثیرش به روی جریانات ایران یک مقداری غلوف میشه که با واقعیات موجود این سازمان دانشجویی نمیخونه. نقش مهمی داشت در روشنگری و افشاگری، نقش مهمی داشت در رابطه با آنچه که در ایران سرکوب آزادی اندیشه و بیان و غیره بود، این رو در خارج از کشور منعکس میکرد. ولی شما کنفدراسیون رو تصور بکنید، اون موقعی که هنوز منشعب نشده بود و به صورت یک نهاد واحد عمل میکرد، حد اکثر بین 1000 تا 1500 دانشجو در سراسر دنیا در واحدهای 5 نفره و یا مثلا در برلین که واحد بزرگی بود 120 نفره سازماندهی شده بودند. این که چنین تشکیلاتی بتواند نقش عظیمی در رابطه با افتادن یک حکومتی که پنجمین ارتش جهان رو در منطقه داشت، خب این قابل قبول نیست. این چیزی که الان وجود داره تحت عنوان رسانه‌ها، مثلا فرض کنید که تلویزیون‌های یا رادیوهایی که وجود داره و پوزیسیون یا مخالفان در اون فعال هستن، کنفدراسیون 1000 اون امکانات رو هم در اون زمان نداشت. اصولا چنین تکنولوژی پیشرفته‌ای وجود نداشت. به همین دلیل ممکنه که سازمان‌هایی که در درون کنفدراسیون بودن، خود اون سازمان‌ها با کشورهای دیگه در ارتباط بودن که بودن، این واقعیت هست. مثلا فرض کنید که سازمان انقلابی که در درون کنفدراسیون قبل از اینکه منشأ بشه فعالیت میکرد، خب ارتباطات خودش رو با چین داشت. ولی کنفدراسیون به عنوان این سازمان هرگز نه سندی در این زمینه بیرون اومد که ارتباطی داشته باشه با دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی و یا اینکه از یک نهادی پول دریافت کرده. من همون اشاره من نه به این بود که به اصطلاح کنفدراسیون عامل اصلی یا مؤثرترین عامل بود در سقوط حکومت پیشین یا پیروزی انقلاب، و نه اینکه مجموعه کنفدراسیون کارگر حکومت یا حکومت‌هایی بودن. این ولی این وجود داشت که خود شما اشاره کردید که در درون کنفدراسیون سازمان‌های تشکیل دهنده مجموعه کنفدراسیون همدیگر رو متهم می‌کردن که کارگزار جاهای مختلف هستن، کما اینکه توده‌های حاضر در کنفدراسیون و فعال بودن با عناوین مختلف گروهایی که داشتن، خب متهم بودن به داشتن روابط با شوروی. حرف این بود. آقای دستمال چی؟ در این زمین سخنی دارید میشتم؟ ببینید سال 1351 که من به خارج اومدم و به سازمان دانشجویان پیوستم، در اون زمان توده یا عملاً حالا رفته بودن و یا اخراج شده بودن و یا خیلی سالها پیش از اون انجمنهای دانشجویان مسلمان از فعالیت مشترک با دیگران کنار کشیده بودن و تشکیلات خودشونو داشتن. ولی این حرف شما درسته، این اتهاماتی که حالا حزب توده مثلا به سازمان انقلابی میزد و برعکس و یا کارتا جناهای مختلفش به غیره، این بین اونا وجود داشت، این درسته، یه اسناد و مدارکشون هم هست. ولی کنفدراسیون استقلال خودش رو هم داشت، یعنی عامل دست هیچ کدوم از این سازمان ها نبود.
برحال در مورد سازمان های کنفدراسیون بحث بسیار طولانی است. امیدواریم در یک برنامه ویژه در این زمینه بپردازیم. بسیاری از کسانی که از سازمان های تشکیل دهنده کنفدراسیون بریدن و به ایران اومدن پیش از انقلاب و تلاش کردن نقشی در سازندگی ایران اون زمان به عهده بگیرن، از جمله آقای کوروش لاشایی، و من این بخت رو داشتم که با آقای فیروز فولادی و همینطور آقای پرویز نیکخواه که قبلها تا یه جریاناتی به زندان رفته بود، حالا مفصل هست، و بعد از زندان بیرون اومدن، نشستایی داشته باشیم، هم نشینیایی داشته باشیم، به اعتبار اینکه هر دو در تلویزیون کار میکردن و به خصوص آقای فولادی که در تماشا با ما همکار بود و از رهبران سازمان انقلابی بود و خاطرات بسیار در این زمینه ها داشت در پکه جاهای دیگه. اما آقای نوری‌زاده، در آمدن محمد رضا شاه پهلوی به آمریکا به واشنگتن و اینجا اون تظاهرات گسترده در آخرین سفر پیش از انقلاب شاه به واشنگتن رو ما شاهد هستیم که از قضا همین کنفدراسیون نقش مهمی داشت در شکل دادن به اون، و الان اسناد اون منتشر شده که تشکیلات مربوطه آمریکایی اجازه چنین تظاهرات و استفاده از گاز اشکاور هم شد برای این موضوع و بقیه مسائل. ببینید اون تظاهرات ابعاد شکلش، جایی که به تظاهر کننده ها داده بودن خیلی متفاوت بود. یعنی اگر مسئولی از مذموم ترین کشور دنیا، بدترین کشور توی آمریکا می اومد، چنین امکاناتی به مخالفانش نمیده. این نمیشه بگیم که بله مخالفان ایران همه تحصیل کرده دانشجو فلان و کشورهای دیگه همچین مخالفانی نداشتن. چرا؟ آپارتاید آفریقای جنوبی بسیار داشت در ابعاد مختلف، و مخالفان شوروی، مخالفان چین و کوبا، ولی هیچ وقت چنین امکانی بهشون نمیدادن که درست روبروی کاخ سفید بایستن در موقعی که شاه مصاحبه مطبوعاتی داره با کارتر توی باغچه کاخ سفید. حالا چرا اونو عوض نکردن جاشو؟ میتونستن جای دیگه ببرن. ببینید قصه غریبی است. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه نمیدونه چجوری توجیه کنه قسمه های آقای کارتر رو، بعد دوم خروس زیر قبا رو، قابل قبول نیست. و در همون تظاهرات بعدها ما خودمون از آقای دکتر یزدی و بقیه اینا شنیدیم که در اون تظاهرات واقعا آمریکایی‌ها سنگ تموم گذاشتن از نظر برقراری امنیت، سکیوریتی، حفاظت از دانشجوها، از رهبران کنفدراسیون، اپوزیسیون اسلامی، طرفدارای آقای خمینی، اینا همه آشکاره. به هر حال ببینید، حالا ما نشستیم داریم صحبت میکنیم آقای چالنگی عزیزم، پرویز دستمالچی نازنین، ولی وقتی مرد را بخت برگردد همه چیز به علیه او میشه. شاه سال 42 همین بساط قرار بود اونجا برقرار بشه دیگه، با بودن یه علم قائله رو میخوابونه، سال 57 نمیتونه. اینا بستگی به شرایط داره، به مردم داره، به اوضاع همه اینا هست. خب خارجی هم طبیعتاً به دنبال منافع خودش از این استفاده میکنه. بله الان بستر این آقای نوری‌زاده، ببینید این حکومت از سال، از زمانی که به روی کار اومد 23 بهمن ما عملا شروع کرد تا به امروز ادامه داره، به اتهام ارتباط با دول خارجی، به اتهام ارتباط با دول متخاصم، جاسوس آمریکا، استان، هر چی دستش رسیده، جوانان مردم رو اعدام کرده، کشته. الان اسنادی منتشر میشه که نشون میده بسیاری از اطرافیان و اکنافیان آقای خمینی، قبلا هم منتشر شده، خود آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، با آمریکایی‌ها حالا تماس فراتر از تماس و ارتباط هست برای جلب حمایت. به طور مثال آقای یزدی در کتاب جلسه اون کتابش که اشاره کردم، ایشون تا یه حدی رو خوب مطرح میکنن، جاهای مترجم بودن در جلسات محرمانه، نشست هایی که به هر حال مهم هست مردم ایران بدونن، باز مطرح نمیکنن، مثل اومدن رمزی کلارک، آوردن پیام از طرف جیمی کارتر، و آقای یزدی تنها کسی بودن مترجم بودن اینجا در واشنگتن در نوفلوشاتو، مطرح نمی کنن که چه گذشت بعد از اون. آقای خمینی حرفش از قانون اساسی مشروطه میریم شاه باید بره،
حرف بر سر اینه که به این اتهام، جزئی ترین اتهام که اصلا وجود نداشت، مردم رو کشتن و اعدام کردن و همه این صحبت ها. ولی امروز روز خب مسئله نیست. چرا رفتن در تهران مذاکرات با آقای موسوی و بقیه بدون اجازه آقای خمینی امکان پذیر نبوده؟ بله، در رژیم جمهوری اسلامی در همه زمین ها همینطوره. مرگ بر اسرائیل، اما میبینیم که آقای امیرانیر، یک فرمانده نظامی اسرائیلی که کارهای امنیتی هم میکنه، پا میشه میره تهران، مورد استقبال هم قرار میگیره، موشکای هاک از اسرائیل به ایران فرستاده میشه و هماهنگی هاشون. الان در سوریه مگه جمهوری اسلامی نمیخواست اسرائیل رو نابود بکنه؟ خب الان که سرباز و اتحاد و عده داره در کنار جولان اشغال شده، چرا یه تیر شلیک نمیکنه؟ و اسرائیل هم به نوعی خوشحاله، برای اینکه سوریه بین رفت، اسرائیل هم راحت نشسته اونجا و میدونه این جیغ و دادا و مرگ بر اسرائیل اینا همه خواب خیال. شما ببینید هموطنان بهایی ما چون رهبرشون در اسرائیل دفن، اونم از زمانی که اسرائیلی وجود نداشته، فلسطین بوده و تحت حمایت و تابع عثمانی، بعدم اومده دست انگلیسا، بعدم تقسیم شده، حالا داستانای دیگه. خب چه گناهی اونا دارن که رهبرشون در اونجا دفنه؟ بعد میارن در صورت اتهام مینویسن اینا عامل صهیونیستن. ببینید اینا عامل صهیونیستن. اون وقت الان معاون وزارت دفاع خودشون در پناه همین صهیونیست به آلاف اولوف رسته و زندگی میکنه، اسرار مگورم فاش کرده برای آمریکایی و اسرائیلی. و اینا میخوام بگم در چیزای نشان دهنده یک عبارت، یک کلمه است که رژیم خیلی ازش استفاده میکنه. این کلمه هست نفاق، و آدمی که صاحب نفاقه بهش میگن منافق. نفاق اصل اساسی جمهوری ولایت فقیه، و منافق بودن صفت لازم برای رسیدن به مقام در جمهوری ولایت فقیه از همون روز اول که آقای خمینی سوار کار شد. خب این سیاست به اصطلاح آنچه که معروف شده به کمربند سبز، حتی پیش از انقلاب ایران و حمایت جیمی کارتر، دولت جیمی کارتر از انقلاب و انقلابیون و هدایت کردن اون به طرف اینکه به دست روحانیت شیعه بیفته، اینها پیش از اون هم حمایت از گروه های اسلامی، سازماندهی گروه های اسلامی در برابر شوروی آقای دستمالچی در افغانستان عملا آغاز شده. بله، گفتم در دوران جنگ سرد یکی از سیاست‌های اساسی چه انگلستان و ابتدا انگلستان و بعد امریکا، ایجاد و یا پشتیبانی از جنبش‌های اسلامی بنیادگرا بود و از اون به عنوان ابزاری بر علیه حرکت‌های ملی، مثل مثلا ملی کردن صنایع نفت و یا ملی کردن کانال سوئز و یا غیره استفاده می کردن و در سرکوب ملیگرایان و همچنین چپ‌ها و غیره، نیروهایی که با نیروهای استعماری و یا سلطه‌گر و غیره مخالف بودند، اینا در درون جامعه از این استفاده می کردن بر علیه اونها. و هر جا هم که اینها به قدرت رسیدن، از جمله در ایران، مجموعه این بخش‌ها رو در واقع نابود کردن، از بین بردن. یعنی در اون زمان این سیاست دنبال میشد، ولی اون پیگیری این سیاست به نظر من و یا طرح این سیاست هنوز پاسخگوی کامل آنچه که در ایران اتفاق افتاد نیست. برای اینکه فرض بر این بذاریم که این نظریه بنابر اسناد و مدارک کاملا درست باشه، پرسشی که وجود داره این استش که چرا بخش بسیار عظیمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران به دنبال یکی از ارتجاعی ترین حرکت‌های تاریخ ایران، ولایت فقیهان و آیت الله خمینی و غیره رفتن؟ این یک پرسش دیگری است که باید بهش پاسخ داد. اینکه اون امریکایی‌ها و یا انگلیس‌ها خواهان چنین چیزی بودن یک مسئله است. اینکه مجموعه نه ولی
90% شایدم بیشتر از نیروهای سیاسی ایران میرن و از آیت الله خمینی دفاع میکنن. اونایی که مقاومت کردن استثناست که یکی از اونها هم زنده یاد دکتر بختیار هست که در زمانی اعتراض میکنه میسته که خودش هم میدونست که شانسی برای جلوگیری پیشگیری از این سیل بنیادگرایی که راه افتاده نداره، ولی این کار رو کرد و یک به هر حال تجربه مثبت و از شهامت یک سیاستمدار. ایشون گفت اون زمان، گفتش که صدای دیکتاتوری نعلین میاد، حالا به زبان اون زمان مطرح کرد، ولی همین ولایت فقیه و دیکتاتوری آخوندها بود که اومد. به همین دلیل این مسئله خود جامعه رو و اینکه جامعه چرا این کار رو کرد، اون باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. این حتما بحثی است مفصل که چرا جامعه به این سمت رفت، چرا اعتماد کرد به یک رهبر شیعه و این اعتبار رهبر روحانیت شیعه یا رهبر انقلابی شیعه از کجا اومد و آیا مردم حق داشتن اونا که اعتماد کردن اعتماد کنن یا نکنن، و حرفایی که آیت الله خمینی زد که ما هرگز قدرت رو نمیخوایم، قدرت نمیخوایم و میریم به قوم و ناظر خواهیم بود. اینو بحثایی همونطور که اشاره کردن امیدواریم در برنامه مطرح بشه. اما اشاره کردن به استفاده از دین در عرصه سیاسی در ایران، در جریان ملی شدن نفت معروف است در خوزستان، مسجد سلیمان که مرکز اعتصابات نفتی و اعتراضات نفتی و مرکز نفت جهان بود در اون زمان، که یک انگلیسی بود، شهروند انگلیسی به اسم جیکا، که فارسی رو نه تنها خوب صحبت میکرد بلکه با لهجه بختیاری هم صحبت میکرد و لباس دراویش رو هم پوشیده بود و به شکلی در مناطق بختیاری میگشت و این شعار رو میداد که تو که مهر علی به دلته، نفت ملی سی چینته. تو که مهر علی در دلت هست، نفت ملی برای چی هست؟ آقای نوری‌زاده این شعار رو شنیده بودید؟ بله، از خود شما شنیده بودم. و آقای جیکاکو که مطمئن هستم تصویر ایشون در آرشیو ایران فردا در لندن موجود هست، تصویر جیکاک که برای مسجد سلیمانی ها بسیار از اینا زیاد داشتیم. آقای چالنگی، اون کلونل فریه درویش فرنگی زمان ناصرالدین شاه که این اصلا باعث قتل امیرکبیر یکی از دلایل اصلی او بود، یا آخوندی که در نجف هم درس خونده بود، حوزه موهای بور داشت و چشم زاغ، اسمش رو گذاشتن درویش فرنگی، آیت الله هم شد اومد و بله، از این چیزا داشتیم قربان برم مراجع. به هر حال الان هم مثل ظاهرا همین که این درویش فرنگی ها زمین ساز رسیدن یا در قدرت هستن یا بودن یا پشت پرده انقلاب و به قدرت رسیدن و اون درویش واقعی که تهیه طریق میکنن در زندان ها و گرفتار و هزار مشکل و روزانه و شبانه در گوشه و کنار کشور. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر در تفسیر خبر از تلویزیونی ایران فردا. آقای نوری‌زاده، مجلس جدید تشکیل شد. هیاهوی بسیار برای هیچ، یا اینکه تفاوت‌های این مجلس با مجلس قبلی داره در جهت مردم، منافع، مصالح مردم، سفره مردم؟ ببینید آقای چالنگی، به طور قطع این تفاوت با مجلس قبلی داره. یه دلیل عمدش اینه که شما بعضی از چهره ها رو در اینجا میبینید که حداقل از حرفاشون، من نمیگم حالا در عملم همون خواهند بود، چون 153 نفر تعداد نمایندگان فهرست امید و معتدلها و اصلاح طلب بود. موقعی که انتخاب رئیس مجلس شد، 50 نفر اینا به اون طرف رأی دادن. البته از اول پیدا بود محال بگذارن دکتر عارف رئیس مجلس بشه. عارف جزو اهل بیت نیست، خودی نیست، یه همسر تحصیل کرده داره که با چاقچور ظاهر نمیشه. این محال بود بذارن در کرسی ریاست مجلس بنشینه و به مصلحتش هم نبود، برای که کاری نمیتونست بکنه، حکم حکومتی هر روز صادر میشد.
اما این 103 نفر یا 153 نفر آدمای دور از احساس و درجه حرارت جامعه نیستن. میدونن خیلی هاشون که از شهرستان اومدن قبلا مستر کاری بودن اونجا یا به هر حال دانشگاهی هن یا وکیل هن یا شغلی داشتن. اینا در حال میدونن که مردم دلخسته و دلبریده شدن از ارگانهای حکومتی از جمله مجلس، و اگر اینا نخوان آبرویی برای مجلس بخرن حداقل یک دهم کارهایی رو که نمایندگان مجلس ششم کردن اگر اونا رو انجام ندن، واقعا مجلس برای مردم معنایی نداره. مگه در کره شمالی مردم اعتباری برای مجلس قائلن یا در سوریه کسی اعتباری برای مجلس قائله؟ این است که من اعتقاد دارم مجلس فرق داره، به طور قطع فرق داره. عده‌ای از اون افرادی که واقعا ننگ نمایندگی بودن، کوچکزاده ها، الیاس نادران ها، حمید رسایی ها، اینا حضور ندارن، کسانی که احمدی نژاد رو آوردن و بزرگ کردن. ولی علارغم نبودن اونها هنوز هستن کسانی که از ذوب شدگان در ولایتن، زود اومدن فراکسیون ولایت درست کردن و تعدادشون گفتن ولایت مدارن. خب اینا رو هم دیدیم و من تصور میکنم که یه چند ماهی بعد به این مجلس فرصت داد ببینیم آیا میتونه کاری بکنه، چون دولت روحانی که عملا فلج شده، وزرایی که پاکترن، پرونده آلوده ندارن، آقای طیب نیا وزیر، آقای هاشمی وزیر بهداشت، اینا که عملا فلجن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. حالا باید مجلس هم دید حداقل این 103 نفر اصلاح طلب و معتدل واقعی که ترس هم نداشتن از ابراز تمایلشون میتونن کاری بکنن یا نه این مجلس هم میشه مثل مجلس قبلی. جواب پرسش شما رو ما از آقای دستمالچی انتظار داریم. بفرمایید دستمالچی. ببینید اینکه مجلس به هر حال چون افرادش تغییر کردن و ترکیبش یه مقداری تغییر کرده و درست هم هست و احتمالاً در روندهای بعدی شاید اندکی کمتر مانع تراشی برای اقدامات دولت بکنند، خب این یک واقعیته. ولی ما باید مجموعه جریان رو از نگاه من اینطور ببینیم که خود مجلس شورای اسلامی، خب الان اگر که مجموعه جناح ها رو به دو جناح اصولگرایان و یا اصلاح طلبان تقسیم بکنیم، دو جناح متفاوت جمهوری اسلامی، دو جناح متفاوت ولایت فقیه که تصوراتشون از حکومت دینی واقعا موجود با همدیگه تفاوت داره، نه اینکه خواست اونها احتمالاً خارج از محدوده حکومت دینی ایدئولوژیک باشه. در این چارچوب اگر که نگاه بکنیم، مجلس شورای اسلامی هرگز در طول تاریخ 37 ساله زندگی موجودیت جمهوری اسلامی اصولاً قانوناً شرعاً واقعاً دارای قدرتی که بتواند تحولاتی در جامعه ایجاد بکند، اصلاحات اساسی به معنای رسیدن به حق حاکمیت ملت و یا رسیدن به حقوق بشر و پیشگیری از نقض حقوق بشر و غیره بکند، این مجلس این توان رو نداره. مجلس اصولا بدون نماینده های رهبر که در شورای نگهبان نشستن اعتبار قانونی نداره و هرچی هم که تصویب میکنه میبایستی بره در شورای نگهبان، نمایندگان واقعی رهبر در شورای نگهبان و عمدتا چهار فقیه نشسته در اونجا، اینا تعیین میکنن که چه مصوبه‌ای میتواند بگذرد به اجرا در بیاید و یا نمیتواند و غیره. یعنی در مجلس شورای اسلامی اصولا نهاد از اونجایی که مستقلی نیست و در بستر ولایت فقیه عمل میکنه، حتما تغییراتی درش ایجاد میشه ولی تغییر شده
ولی تغییراتی که بتواند سرنوشت ساز باشد، بتواند اصلاحات اساسی رو به درون جامعه بیاره، خب نمیتونم چنین کاری بکنه. من خودم چنین امیدی رو از این مجلس ندارم و تا زمانی که حتی اگر بهترین افراد یا پاکترین افراد بیان به مجلس، چون صحبت بر سر ساختار حکومته و نه افراد پاکی که ساله هستن، دوز نیستن، دلشون برای جامعه میسوزه، حتما هم در جامعه اینا هم هستن، ولی مجموعه ساختار نمیذاره. همچنان که ببینید موقعی که آقای روحانی تشریف آوردن قولهای زیادی دادن سر حتی کنسرت ها اجازه، یا اینکه مثلا زنها در ایران تکخانی بکنن و یا آزادی حقوق شهروندی، هیچ کدوم از اینا رو موفق نشدن، برای اینکه قوه اجرایی عملا پس از مقام رهبری، مقام دوم رئیس جمهور، مقام دوم اجرایی طبق قانون اساسی و عملا پیاده کننده سیاست های ولی امره. بسیار. حرف ما بیشتر درباره مجلس هست، امیدواریم بیشتر و بیشتر در این زمینه در برنامه های آینده سخن بگیم. اما آقای نوری‌زاده، یکی از اعضای همین دولتی که آقای دستمالچی اشاره کرد، آقای محمد جواد ظریف، در سوئد بار دیگه مدعی شده که ما در ایران زندانی سیاسی به اون معنی نداریم. تلویان اینو گفته ولی نقض حقوق بشر رو گفته، اینو سیاه نمایی واقعیت نداره. خب جمهوری اسلامی کارش از اول که اومده اصلا قبول نداره، تازه میان میگن حقوق بشر با رعایت موازین اسلامی، سربریدن، سنگسار، اینا اشکال نداره، کو انداختن اینا تو قرن 21 و اینها نمیدانن. این جهل آدم رو کلافه میکنه که هر دینی، هر آیینی منطبق با زمان تحول پیدا میکنه. در یه جامعه 1000 نفری مکه یا 5000 نفری مدینه و اون قوانینی که اونجا اجرا میشده، اینا قابل تطبیق در قرن 21 نیست. اما آقای ظریف حرفای جالبتر دیگه هم، یکی این که فرمودن ما به دعوت دولت عراق رفتیم و هر وقت هم دولت عراق بخواد میایم. 90% مردم عراق دارن داد میزنن بریم بیرون و آقایون خوش نشستن اونجا. بله، از این حرفا زیاد میزنن. بله، سپاسگزاریم. وقتمون متاسفانه کم هست، به پایان برنامه رسیدیم و گفتنی ها بسیار درباره اون چیزی که آقای ظریف این ور اون ور مدعی میشه از چنگایی، و از طرف دیگه هم میگی وقتی میگن زندانی سیاسی یا مثلا این کار نباید بشه، میگیم مستقل هستیم، قوه قضاییه مستقل هست. پس شما چرا مستقل از عقل، از درایت، از مستقل از عدل در. بله، سپاس بسیار آقای نوری‌زاده در لندن. با سپاس از شما آقای پرویز دستمالچی در برلین آلمان. بینندگان عزیزی که از آغاز برنامه رو ندیدن، میتونن تا ساعتی دیگه لینک برنامه رو روی وبسایت ایران فردا ببینن و همینطور روی کانال تلگرام تفسیر خبر. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنادرا، کلوند، کو و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.